سلام چترین خوبین یه سبک جدید سلام کردنه امیدوارم که حالتون خوب باشه قراره در مورد دوره هوش مصنوعی صحبت کنیم که و چند تا کارهایی که داخلش انجام دادیم میخوام بهتون بگم اول اینکه راجع به خود هوش مصنوعی صحبت میکنیم و بیسش و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم قانوناش چطوریه و هزینه هاش به چه صورته چون بعضی از هوش مصنوعی ها باید خریداری بکنیم و خود من خریدم و نمونه هاشو نشونتون دارم میدم داخل دوره و قیمتاش به چه صورته یا به کنار کاری که انجام میدیم داخلش میایم شروع میکنیم پرامپ نویسی کردن شاید اصلا کسایی که حتی زبان خوب نباشه یاد میگن که چجوری پرامپت نویسی کنن و بعد از اون شروع میکنیم یک پرامپتی رو در مورد یک اتاق خواب شروع میکنیم نوشتن و اون پرامپت رو میگیریم میریم میدیم به چندین هوش مصنوعی و میام شروع میکنیم مقایسه کردن که کدوم از این هوش مصنوعی یا از همه بهتره دقیقتره و چیزی که ما میخوایم خیلی بیشتر از اون هوش دیگه شبیه تر هست خب و نزدیک تره بهش می مقایسه میکنیم مثلا میتونید ببینید این یکی از هوش که پرامپتو رو بهش دادیم برای ما یه اتاق خواب درست کرده خیلی نسبتا ضعیفه یکی دیگه بهش دادیم به این قسمت که باز یه ذره بهتره نور سقفش واسه حال جنره که گوشته باز بهتره و آخری اصلا نگم نگاه کن انقدر رفلکتش خوبه انقدر اون رفلکت جلو پنجره خوبه و از تکنولوژی خیلی خوبی استفاده کرد توی طراحی مثلا اون نورای ریلینگی که داره و مثلا اون نورهاش هم داره به اون نشون میده اون پرتاب نوری که داره و خیلی واقعی تره قشنگ شروع میکنیم مقایسه کردن و قشنگ یاد میگیریم که چجوری با اینا کار کنیم بتونیم مدل‌های مختلف بتونیم برای خودمون رندر بگیریم و حتی یاد بگیریم که به صورت ریل تایم پرامپت نویسی کنیم و رندرهای مختلف بگیریم و یه خوب میگیریم واقعا خودم خیلی کیف کردم و یه حرکت خیلی جذاب دیگه هم داریم میزنیم میتونیم چند تا رندر رو با هم قاطی کنیم مثلا این رندر رو من با یکی قاطی کردم پیش دادم گفتم اینا رو با هم قاطی کنم من تو مخلوط کنم ببینم چی میخوای برام در و خدایش قشنگ بود قشنگ بود میتونید اینجا هم ببینیدش قشنگ گرفته اینا رو با هم ترکیب کرده رنگاشون رو هم قاطی کرده سناریوی یه همچین تصویری رو داده میتونه خیلی چیزای جذابی باشه و من توی این دوره صحبت کردم یک راههای درآمدزایی از همین دوره هوش اصلا یکی مثل شما اومده خریداری کرده این دوره رو و شروع کرده یاد گرفتن و به یه مهارتی رسیده چه فایده هایی برای ما داره چجوری میتونیم از این پول در بیاریم راجع به اینم صحبت کردیم و خود من یعنی قسم یعنی درآمد اصلی من از فروش دوره نیست از اون کارهایی که میخوام انجام بدم و میتونه پول خیلی خوبی بده و همیشه هم نفر اولو قرار برد کنم دیگه با خودتونه که چجوری تصمیم میخواید بگید همیشه همینجوری بوده و تا الان که داغ بحثش و خیلی سراغش نرفتن به نظر بهترین فرصته که آدم یاد بگیره و بهش مسلط بشه و بتونه باهاش خروجی خیلی خوب بگیره و در کنارش این ترکیب هم که انجام میدیم و این رندر هم میگیریم آخرش یاد میگیریم که بتونیم انیمیشن بگیریم مثلا پروژکت پروژه های خودم که با تیم و ویری رندر گرفتم از شات های مختلف از زوایای های مختلف از همشون انیمیشن میگیرم و اینا رو منتشر میکنم خیلی خوبه خیلی خوبه دوره بوشم از و خیلی قویه و احتمال خیلی زیادم آپدیت هم بهش میدم همیشه و میتونم یعنی اگه چیز جدیدی هم دیدم توی همون دوره هوش مصنوعی که صحبتشو میکنیم چیز جدیدی هم رونمایی بشه حتما راجع بهش صحبت میکنیم ویدیو اضافه میکنیم که بچه ها عقب نمونن و همیشه بروز باشن و خروجای خوب میگیریم آی دارم که تعصب و بذاریم کنار بابت نرم افزار و بتونیم به این تکنولوژی روزم روی بیاریم و قطعا نتیجه خواهد داد قطعا نتیجه خواهد داد و خیلی راحتتر. ما همیشه یاد گرفتیم که باید سخت تلاش کنیم بیسچاری پای سیستم بشینیم زحمت بکشیم مدلسازی سازی چندین ساعته انجام بدیم یا حتی بخوایم نور پردازی یاد بگیریم کلی از اینه کنیم آموزش های مختلف بعد متریال سازی بعد رندر گرفتم با درگیر پارامترها بشیم و کلی چیز میز یاد بگیریم ولی الان خیلی راحت تر میشه به اون خروج رسید و میگم من توی دوره هوش مصنوعی گفتم که شاید تا یک سال آینده اصلا کلا دیگه نرم افزار مدل سازی و رندرینگ اینا اصلا منسوخ بشه واقعا اصلا بره تو اون ویدیو هم گفتم برن قاز بچرونن شاید واقعا این اتفاق بیفته و دیگه هوش مصنوعی جای همه اینا رو بگیره و خب خیلی هم از یه طرف بده که من خودم نزدیک 4 5 سال وقت گذاشتم و الان یه هوش روی آنلاین هم میاد یعنی بیسیک روی وبسایت و نیاز نیست که کلی هزینه کنیم تا اینجا بریم زیر بار قسط بخوایم بریم بهترین سیستم رو بخریم و بخوایم مدل سازی رو رندر کنیم الان هوش این کارو انجام میده یه ذره سخته ولی خب واقعیت و باید باش همگام و همسوح باشیم با این تکنولوژی وای دارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و نظرتون هم به بگید که آیا موافق نظر من هستید آیا در آینده ای نه چندان دور نرم افزار مدل سزی و رندرینگ منسوخ میشن یا نه یا جایگاه خودشون رو خواهند داشت اینو بهم بگید و بگید ببینم هوش مصنوعی میتونه جاشون رو بگیره یا نه مراقب خودتون باشید فعلا خدا